خدا معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ از تهرانم. از تهران. نامتان؟ من تهرانم. اسمتان؟ خب آقا محمد بفرمایید، در ارتباط به موضوع برنامه اگر صحبتی دارین در خدمت شما هستیم. ببین عزیزم، من احساس میکنم این عکسایی که شما نشون میدین علکیه. علکیه؟ خب درست. من اینجوری احساس میکنم. من اصلا ببین من طرفدار هیچ کی نیستم. خوبه؟ خب خوبه. ولی اینا که شما ببین الان احساس میکنم اینی که شما دارین نشون میدین علکیه. ما در ابتدای برنامه گفتیم که برای برخی ها و بفرمایید. میگم که من احساس میکنم که شما اگه سند بهتری داری رو کن. بذار اگه ما هم نمیدونیم بفهمیم که چیه. درست. پیامتون رو گرفتیم. پس شما قناعت ندارین این حرفا یا این تصاویر یا این فیلم ها یا کلیپ های مستندی که پخش شد پس همش علکیه. شاید این که ما را همین الان دارد میبینید این هم علکی باشه، این هم چیز ساخته شده باشه. من الان ندارم فکر کنم، شاید به طور مستقیم و زنده با شما صحبت نمی کنم، این هم علکیه. درسته؟ سلام علیکم. الو. بفرمایید. سلام علیکم. الو. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. محمد فاروقی از هندوستان. محمد فاروقی از هندوستان، بفرمایید برادر. بله، اولا زبان من فارسی را عفو کنید چون من خیلی خوب فارسی نبلدم. خب بفرمایید از این که بله. ما را افتخار بخشیدین که شما امروز از هند و از این که با زبان فارسی چندان آشنایی ندارین باز هم مشارکت میکنین در برنامه ما، بفرمایید. بسیار متشکر هستم. من از اهالی شیعه و هزاره تقاضا میکنیم، الان برنامه زنده هست، همه مردم گوش میدن. ما تقاضا میکنیم از خانواده شیعان که در سوریا میجنگند که آنها بچه ها را پس میگیرند. بله. چون ملت افغان از جنگ ها خسته شدند. بله. و این حرکت یعنی ظلم کردن در سوریا. بله. واکنش می شود، واکنش مشود در افغانستان. بله. خب اهالی آنها باید بزود الان حالت چیزی بکنند، اونا را پس بر بگردانن به افغانستان، نگذارن که در سوریه هیزم جنگ های چیز شوند، جنگ های قدرت. بله. چون وقتی که 10 سال قبل یا 20 سال قبل شیعان افغانستان کریه می کنند، میگن که ما مظلوم هستیم، آن هستیم. الان مظلوم کجا؟ الان سوریه رفتن به خاطر قتل کردن بچه های سوریه را. بله. سلامت باشین آقای فاروقی، صحبتهایتان را شنیدیم، خیلی صحبتهای جالب بود، پیامتان رسید، سپاسگزاریم از تماستان. سلام علیکم. و علیکم السلام. من اول قبل از همه تشکر کنم از آقای فاروقی، واقعا من لذت بردم از این فارسی که ایشون صحبت میکردن، چون یک زمانی زبان رسمی بود در هندوستان در هند. فارسی. و واقعا از اینکه با این لهجه شیرین اظهار نظر کردن جالب بود و این نشاندنده این است که امت اسلامی یک جسد واحد است. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. ببینید آقای فاروقی از هند متأثر شده، درک داره. بیننده قبل از ایشون از ایران میگه این تصاویری که شما پخش میکنید دروغ است. یعنی واقعا انسان باید متاسف باشه برای این گونه انسان ها. دوستان صفحه لپتاپ من رو نشون بدن. این تصاویر اطفالی است که در شهر غوطه شرقیه، در خود دمشق، بله، در نزدیک دمشق به وسیله بمباران
کیمیایی رژیم اسد به شهادت رسیدن. فقط کودکانی که در یک منطقه دوستان، این یک فیلمی است چند ثانیه اگر بتونن اینو نشون بدن. من جناب انصاری صاحب در ابتدای برنامه هم اشاره کردم که هستن کسانی که نمیفهم که خودشان فریب میتن یا نمیخوان که حقیقت بفهمن، میگن که اینها تصاویر ساخته شده است و فوتوشاپ است و نمیفهم چی است. حالا این تصاویر هم که نشان دادین هستن کسایی که جالبتر از اون برادر دیگری بود که میگفت آقا بهروز که اینا داعش هستن. این از این حرف آقا که کسی گفت که دروغه، حرفشون خنده‌دارتر بود و ادعا میکرد که سنی است. یعنی چی؟ یعنی مردم سوریه از داعشی ها دعوت کردن که بیان قتل عام بکنن اینا رو، خوناشون رو خراب بکنن، مواد شیمی استعمال کنن، این بشکه های مواد منفجره که داره از آسمان بر خانه های مسکونی ملت مظلوم سوریه داره پرتاب میشه، اینها داعشی ها هستن که اینا رو پرتاب میکنن. خدا نکنه بشار اسد خیلی آدم خوبی، هرگز از این غلط ها نمی کنه و رژیم ایران هرگز رژیم ایران، اینا خیلی کبوترهای بیگناهی هستن که اصلا به کسی آزار نمیرسونن. اینایی که در کهریزک به دختر و بچه های مردم که تجاوز کردن بعد از انتخابات، اینا همه داعشی ها بودن. اینایی که در ایوین مورد تجاوز قرار میگیرن، مورد شکنجه قرار میگیرن، همه اینا داعشی هستن. اینایی که در دهه 60 در زندانهای ایران به امر خمینی اعدام شدن، قتل عام شدن، همه اینا داعشی بودن. یعنی من تعجب میکنم از این عقل و از این منطق. دوست دیگری آقا خالد میگفتن که شعار اینا شعار دین و مذهب سر میدن. اجازه بدید برادر عزیز خالد که من با شما مخالفت بکنم. این رژیم براش اهمیت نداره که اینی که کشته میشه شیعه است یا سنی، شیعه اثنا عشری 12 امامی است یا سنی. برای اینها، برای رژیم منحوس خمینی، اون حکومت براشون مهم هست که بر گردهای ملت سوار باشن. دلیل برای این حرف من از دهه 90 سال 1991 تا سال 1994 در ناگورنو قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان بر سر یک منطقه متنازع علیه به اصطلاح جنگ بود. بله. باور میکنید رژیم ایران کمک میکرد در ارمنستان بر علیه آذربایجان؟ آذربایجانی که شیعه اثنا عشری 12 امامی صبح تا شام به سر کلهشون در عاشورا و محرم میزنن یا حسین میگن، رژیم آخوندی ایران کمک میکرد به ارمنستان مسیحی بر علیه آذربایجان شیعه. دلیلش میدونی چی بود؟ چون آذربایجان به خاطر همزبانی با ترکیه پیمان استراتژیک داشتن و ترکیه دشمن دیرینه ایران هست و ارمنستان حافظ منافع روسیه بود و دوستی بین روسیه یا همون شوروی سابق یا روسیه فعلی و حکومت ایران هست، چون نیروگاه اتمی در بوشهر داره برای ایران میزنه. به خاطر همین ایران شیعه اثنا عشری ولایت منفور فقی کمک میکرد به ارمنستان کافر مسیحی بر علیه کی؟ شیعه 12 امامی اثنا عشری. کدام دین، کدام مذهب؟ مگه خمینی دلش برای مذهب میسوخت؟ مگر خامنه‌ای دلش برای مذهب کسی میسوزه؟ مگر اینایی که الان در زندان هستن، مگر موسوی و کروبی و زندانی های کهریزک و ایوین و اینا مگه سنی هن؟ داعشی هن؟ حتما. من تعجب میکنم از کسی که میاد میگه که این تصاویر هنوز هم دروغ هست. یعنی انسان، باور کنید شما مسئول هستید به عنوان یک انسان، به عنوان تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. و قضیه ربطی هم به داعش نداره. اما واقعا موضوع برنامه خالد ما فاروقی، بله، موضوع برنامه ما داعش نیست. ما هر کسی که جنایت بکنه میخواد اسم داعش بذاره، میخواد اسم سنی بذاره، میخواد اسم سلفی بذاره، هر کسی که جنایت میکنه مردم بیگناه رو میکشه، چه مردم بیگناه شیعه است، چه سنی است،
چه مسیحی است، کمونیست است، کافر است، اصلا دین نداره. در کجای قرآن گفته شما برید مردم بیگناه کافر رو بکشید؟ گفته در جایی از قرآن؟ نخیر. آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما امر کرده؟ نکرده. هر کسی که این جنایت رو در حق مردم بیگناه و بیدفاع انجام میده، هر حسمی که میخواد روش بذاره محکوم است، جانی است و محکوم است واقعا. Allah 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 Allah